قسمت چهارم سریال مندو هم پخش شد و تونستیم اونو ببینیمش و متوجه هم شدید که از نظر مدت زمانی نصف قسمت هفته گذشته و داره نشون میده که دیزنی زیاد براش مهم نیستش که تایم قسمتش چطوری و اون محتوایی رو که لازم داره رو توی اون قسمت میاد و به ما نشون میده. و توی این ویدیو میریم سراغ بررسی این قسمت رو درباره نکات مخفی استوری داخلش هم حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. قبل از اینم که بخوایم ویدیو شروع کنیم حتما یاد بشه که یه لایک به این ویدیو بدی. همونطورم که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ قسمت چهارم. وقتی که سریال شروع میشه میبینید که برای بچه مندو دارن تمرین میکنن و داره نشون میده که اونا همیشه آمادن برای مبارزه کردن و یه طورایی شاید به ادامه مسیر داستان هم داره یه اشاراتی رو میکنه. و نکته مهم اولیه که اینجا دیده میشه در مورد لباس اوناست. اگه به لباسشون دقت کرده باشید میبینید که رنگ و رنگ و متفاوته، ولی از نظر ساختاری و شکل شبیه به همون لباسای استورم تروپراست و اومدن یه مقدار اینگاه مثلا دستکاری کردن، یه سری تغییراتی روش انجام دادن، چون میدونید دیگه بسکار خیلی کم پیدا میشه. اگه نگاه کنید میبینید که خود دین کسی بودش که رفت گشت و کلی این فلز رو آورد تا بتونه لباسش رو تکمیل کنه و داره نشون میده اونا برای اینکه بخوان یه همچین لباسی استفاده کنن از همون سری لباسای استورم احتمالاً الهام گرفتن. و یه تئوری هم در موردش گفته میشه، یه سری خبرایی هم لیک شده. البته حالا باید ببینیم که میان توی این فصل در موردش صحبت بکنن یا اینکه میخوان بذارن جلوتر بیان این موضوع رو بازترش بکنن. وقتی که دارید گروگو رو میبینید که نشسته و اون سنگا که بهتره بگیم خرچنگا دور و برش دارن میپلکن، یه طوری یاد اون صحنه افتادم که یودا بود داشت با لوک تمرین میکرد، اون سنگی که رو زمین بلند کرده بود. ولی خب خودتون میدونید که چرا اون خرچنگا حرکت نمیکردن، نشون میدادن سنگن، چون گروگا هرچی دم دستش بیاد و تکون بخوره رو میخوره دیگه، میدونید که کلن شکموه. تمرین کردن مندو، این که میدونید رد سنی و سطح لول و این چیزا نهارن، یه طورایی شبیه به همون مدل تمرین کردن جدایاس و میشه گفتش که خیلی نزدیک به هم دیگه این کار رو انجام میدن. و دارید اینجا میبینید که گروگو میاد و با اون پسر بچه که توی هفته قبلی دیدیم میاد وارد مبارزه و تمرین بشه. اون وسیله که ازش استفاده میکنن دارتای سمیه. در از توی سریای قبلی اتفاقاتی که توی استار وارز افتاده بود ما این دارتا رو دیده بودیمش، ولی خب اینجا میبینید که از تیرای پینتبالی استفاده میکنن که اینا از کجا آوردن و خودشون میدونن دیگه. اینجا جاییه که شما دارید ورود یه هیولای جدیدی رو می‌بینید که وارد ماجرا میشه. هفته قبل هم یه هیولای دیگه ای هم دیده بودیم. شاید اولین سوالی که توی ذهنتون باشه اینه که خب اینا دیوونن اینجا دارن زندگی میکنن که میدونن این همه حیوانای مختلف و هیولای مختلف هست که میتونه بهشون حمله بکنه. بعد بهتون بگم جوابش همون جوابیه که خودتون میدونید. آره دیوونن به خاطر اینکه غرور زیادی دارن. اونا میدونید که جزء گروه افراطی هم هستن و کلا مندوها توی کل مجموعه داستانهای مختلفی که در موردشون وجود داره اتفاقات مختلفی پای سر گذاشتن و این غروری که اونا دارن باعث شده که هر بار وارد اتفاقات خطرناکی بشن. مثل اینکه دارید میبینید موجودات خطرناک اینجا هست و اونا میرن باهاش درگیر میشن. این مثل چیزیه که توی مندلور هم اتفاق میافتاد و درباره مندلور بزرگم وجود داشته که با اون موجود افسانه‌ای میادش مبارزه میکنه و توی خون و وجود مندوها اینکه شکارچی باشن همیشه دیده میشه. همونطور که بهتون گفتم مندو اتفاقات بزرگی و پشت سر گذاشتن و تاریخشون همیشه اتفاقات خاصی داشته، مثل اون جنگ داخلی و از بین رفتن مندلور. ولی در مورد مندلور بزرگ این اتفاقات همه از اونجا شروع میشه. یعنی اون کسی بودش که با اون موجود افسانه‌ای میتاسور میاد و مبارزه میکنه و میدونید که اون هیولا رأس هرم هیولا به حساب میادش، به خاطر همینم افسانه‌ایه. حالا مبارزه کردنش با اون برای چی اینقدر جالب شد و از طرف دیگه ای منبع الهام بقیه مندو است؟ به خاطر اینکه اون زمانی که اون اومد رفت با اون موجود مبارزه کردش که مثل الان سلاح خاص و پیشرفته و تجهیزات عجیب غریب نداشتن، که اون با دست خالی با اون سلاح‌های اولیه که داشتن با اون موجود مبارزه میکنه و اینطوریه که حسابی ازش هنوزم یاد میشه. حالا که حرف از مندلور بزرگ شد، همیشه میدونید که ما در مورد تارویزلا همیشه با هم دیگه
حرف میزدیم. اینجا دارید یه نکته مهمی متوجه میشید. کاراکتر پازی که ما اینجا داریم در اصل از نسل همون تارویزلاه و میبینید که نقشش هم قبلا هم بهتون گفته بودم جان فابرو داره بازی میکنه و فعلا کلاشو برنداشته، حالا ممکنه که در ادامه مسیر کلاشم برداره. اینجا توی اتفاقاتی که ما داریم میبینیم شما دارید متوجه میشید بو داره کم کم شبیه رهبر بزرگ رفتار میکنه. این همین چیزیه که از اولم بهش اعتقاد داشت، میگفت چون من خونه سلطنتی رو دارم، من کسی هم که میتونم رهبر بقیه مندوها بشم. اگه قرار باشه رهبر بقیه مندوها بشه نیاز داره که دارک سیبر هم داشته باشه، که حالا جلوتر این موضوع یه مقدار بیشتر هم باز میکنیم. ولی توی رفتارش و کارهایی که داره انجام میده و این که میبینه حتی رهبر اون تیم میشه و یه مقدار خوشفکر هم رفتار میکنه، داره نشون میده که پتانسیل این که بخواد خودشو بکشه بالا و تبدیل به رهبر این تیم بشه زیاده. اینجا میبینید که حتی به یه کوی به اسم کرمونرات میاد اشاره میکنه. این چیزی که توی کمیکا هم وجود داشتش که یه تایمی بودش که یه گروهی اونجا زندگی میکردن و یه قبیله اونجا بودن به اسم اسکاراد، و بعدش هم که اتفاقات کلونا میفته و اون جنگ و درگیری ها که حالا بالاخره اونا میان رو اون تپه ها و ادامه داستانی که پیش میره. حالا برای کسایی که دنبال کومیکایی میگردن که در مورد صحبت میکنیم، این اطلاعات توی کومیک ترو کالرز وجود داره و میتونید برید این کومیک رو پیدا بکنید و بخونید و به اون جنگ کلونا و اتفاقاتی که افتاده و اون تپه اشاره شده. هیولایی که تو این قسمت داری میبینیم و داستان روش داره جلو میره به زبون خود منده ها جایگلاره که میدونید که اصلا نماد خاندان ویزلاه و اینو روی دست جانم دیده بودیم که علامتش هستش. و نکته بعدی که دمانش وجود داره اینه که این موجودات همه توی مندلور زندگی میکردن و وقتی که مندلور از بین میره خیلی از اونها دیگه رو به انقراض میرن و از بین میرن، و اینجا دیدنشون یه مقدار هم تعجب برانگیزه، هم خب میتونه یه نکته خاصی رو در ادامه مسیر بهمون نشون بده. نکته بعدی حرفی که دارم میزنم در مورد یه تنابی صحبت میکنم به اسم لایلارات، و میدونید اون تناب یه تناب خیلی محکم و خاصیه که به این راحتی هم پاره نمیشه. خیلی شبیه به اون تنابیه که توی ارباب حلقه ها بود و سم داشت ازش استفاده میکرد که حسابی محکم بودشم. حالا که به ارباب حلقه یه نگاهی انداختیم، بریم یه نکته دیگه ای هم از اون مجموعه بهتون بگم که یه طوره انگار توی این سریال ازش الهام گرفته شده. اگه یادتون باشه گالادریل یه کاسه‌ای داشت که اون کاسه حالا جادویی بود و یه آبی داخلش بود، و اینجا اگه نگاه بکنید اون حالا اون کوره‌ای که دارن و اون ظرف آبی که اونجا هم وجود داره یه طورایی داره الهاماتی رو از اون ظرف آب گالادریل نشون میده. اینجا ماجرا جاییه که میبینید که یه فلشبکی به گذشته میزنه و اتفاقاتی رو نشون میده که در مورد گروگو بود و اون درگیری‌های بزرگی که توی اوردر 66 بود، و اون اتفاقاتی که اونجا میفته یکی از پایه‌های اصلی بقیه اتفاقات بزرگیه که توی دنیای استار وارز افتاده. قبلا توی فصل دوم دیده بودیم به اونجا اشاره شده بود، توی سریال اوبی وان دیدیم که باز به اون ماجرا اشاره میشه و حتی توی فالن اوردر هم به اون موضوع اشاره شده بود. به خاطر همین جزء اتفاقات مهمیه که باعث ساخته شدن آینده این جهان استار وارز شده که ما الان داریم میبینیمش. اون دوره ایه که جدایا دیگه اون قدرت و کنترلی که داشتن از دست میدن و امپراتوری میاد و همه چی رو دست خودش میگیره، و یه طورایی میشه گفتش که دیگه نسل جدایا منقرض میشه و تعدادشون خیلی کم میشه و هر کی هم که هستش میبینید از اینجا به بعد دیگه هم فراری و هم یواشکی داره کارهای خودش رو انجام میده. و خب مجموعه رو اگه دنبال کرده باشید متوجه میشید که دارم چی بهتون میگم. اینجا جایی که ما با یه جدای جدید آشنا میشیم که اسمش هم کلارانه. حالا نمیدونم برای چی اومدن اونو به ما اینجا نشون میدن، به خاطر اینکه حالا ارتباط خوبی با بچه‌ها داشته و اردن اینجا معرفیش کردن، و خب این کامل مشخصه. ولی خب ترجیح میدادم که مثلا یکی از کاراکترهای قدیمی محبوب میمونه، مثل مثلا ساموئل ال جکسون که قبلا هم تو این مجموعه حضور داشت و میتونست اینجا بیاد و وارد داستان بشه، ولی خب دیدیم که اونطوری که میخواستیم پیش نرفت. بازیگر این نقشی که داریم میبینیم احمد بسته که قبلن هم توی سری استار وارز و مخصوصا اون سگانه مهمی که از استار وارز وجود داره بازی کرده بود، ولی خب نقش جارجار رو بازی کرده بود و اونجا اصلا قیافش معلوم نبود که کیه، و میبینیم که بالاخره بعد از مدت ها صبر و حوصله‌ای که داشته برای این نقش جدید آوردن و انتخابش کردن که چهره خودش مشخصه.
اینجا وقتی که میبینید اون از شهر میزنن بیرون، اون معبد جدایا رو میبینید که داره میسوزه و خیلی سکانس جالب و احساسی و بزرگی، به خاطر اینکه میدونیم بعدش چقدر اونا سختی کشیدن و اتفاقاتی که براشون پیش اومده. و یه نکته هم اینجا دارید میبینید، این همون شهریه که هفته پیش توی داستان دکترم دیدیم که در موردش کامل با هم دیگه صحبت کردیم. یه نکته هم در مورد دکتری که دیدیم بهتون بگم، بازیگر اون امید ابتاییه که قبلا هم توی سریال ها و فیلم های مختلفی بازی کرده، مثل سریال امریکن گالز و از طرف دیگه ای هم فیرد والکین دد و توی فیلم های The Hunger Games هم بازی کرده بود. و خب میدونم که یه سریاتون میشناختینش، ولی خب چون بچه اومدن توی کامنت ها در موردش توضیح دادن، گفتم که بهتون یه بار دیگه بگم که بدونید بازیگرش کاملا ایرانیه و توی تهران هم به دنیا اومده. آخه متوجه شدید که بازیگر دکتر خودیه. نکته بعدی که اینجا داره دیده میشه اینه که اومدن امپراتوری و گرفتن اون شهرهایی که حالا دونه دونه میرفت سراغشون رو به دستشون میورد، و اینکه دیدیم نیروهای مختلفی که اونجا وجود داشتن و تحت سلطه خودش در میورد، کاملا شبیه به رفتاریه که نازی‌ها توی جنگ جهانی داشتن. یه نکته مهمی به خوبی تو این فصل داره دیده میشه. ما دین رو دیدیم که از اون گروه خودش و قبیله خودش بیرون انداخته شد به خاطر اینکه کلاشو برداشته بود. از طرف دیگه ما بو رو داشتیم چون نتونست دارک سیبر رو به دست بیاره، گروهش ولش کردن و تنها شد. و این طرف هم دکتر رو داشتیم که اولش برای امپراتوری کار میکردش، بعدش که امپراتوری اونو کنار گذاشته اتفاقاتی که پیش اومدش دیدیم که اومد قاطی جمهوری شد و جمهوری هم دیدیم درست باش رفتار نکرد و بازم نتونست به اون خواستای خودش برسه. و تو این مسیری هم که داشت میدونیم که مادرش هم دست داده بود. و اینجاست که داره به ما نشون میده کاراکترهایی که داریم میبینیم همه یه چیز مهمی از دست داده بودن و دارن تلاش میکنن به اون خواسته های خودشون برسن. وقتی که میبینیم بو و بقیه مندو کنار هم دیگه دور آتیشن، متوجه میشید که اون حس رهبری بازم توی وجود بو بیشتر دیده میشه، به خاطر اینکه میبینید همه دور آتیش کنار میرن و اون چون رهبر این گروه بوده اونجا تنهایی میشینه و کلاهشو برمی‌داره شروع میکنه به خوردن غذا. و اون حس قدرت و تسلط روی بقیه کاملا توی رفتارش دیده میشه و این چیزی که تانا توی ادامه مسیرم بازم میره سمتش و دلش میخواد این حرکت رو انجام بده و یه طوری رهبر این مجموعه بشه. اینجا میرسیم به اون پرنده و جوجه هاش و اون بچه ای که تو این مدت زمانه یادش نبوده که بیادش مثلا اونو بده بچه هاش بخورن، دقیقا اون زمانی که اینا میان این کار انجام میده دیگه. حالا خودشون میدونن چرا این مدلی ساختنش و کاری بهش نداریم. و اتفاقاتی که اینجا هم داره پیش میادش، همه کارهای مهمش رو در دین داره انجام میده، ولی خب من نمیدونم چرا به اسم رهبری بو تموم میشه. و یه نکته مهمی که دیده میشه اینه که این صحنه نجات دادن اون بچه و رسوندنش پیش باباش یه طورایی شبیه به همون رفتاریه که مندو با گروگو داره و داره یه سکانس عالی و یه انعکاس عالی از اون دو نفر رو به ما اینجا نشون میده. حالا باز یه سوالی اینجا دیده میشه و اونم اینه که اینا وقتی که همیشه کلا رو کلشونه و حق نرن این کلا رو درش بیارن، چطوری میشه که عاشق همدیگه میشن، اصلا دو نفر همدیگر میبینن همدیگه خوششون میاد، و چطوریه که اصلا بچه دار میشن؟ نمیدونم، این یه مقدار سوال بزرگیه و بازم به این موضوع کار نداریم و ازش رد میشه. حالا اینجا میبینید که جوجه اون پرنده رو برداشتن با خودشون آوردن. یه نکته که در موردش وجود داره اینه که این موجوداتی که اینجا داریم میبینیم و اوردنشون و وارد سریال کردن شده تا اونا در ادامه داستان به اونو کمک میکنه، شاید توی درگیری که دارن حتی اونا من مقدار مثلا رشد بیشتری داشته باشن که اونا بتونن سوارشون هم بشن و بعد ببینیم که مسیر داستان قرار چطوری جلو بره. و میرسیم به جایی که میبینید که با فلز و بسکار میان و برای بو یه تیکه از اون لباسش که کنده شده رو درست میکنن و بهش میدن و اون میاد از علامت اون هیولای افسانه‌ای استفاده میکنه و اونو میزنه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون تنها کسیه که به قول خودشون موجودو دیده و میبینید که زیادن بقیه حرفشو باور نمیکنه. حالا شاید تو ادامه مسیر بیاد یکیشون رو برداره ببره اونجا که بگه این موجودم هست، ولی اینا همه داره یه نکته مهمی نشون میده. اون کاملا دیگه احساس میکنه که رهبر برگزیده ایه که قرار بیاد و مندوها رو همه رو متحد بکنه و بشه رهبرشون، به خاطر اینکه از همون لوگوی استفاده میکنه که همون موجود افسانه ایه که دیده بودش.
و اینا همه داره نشون میده که زنگ خطری این وسط وجود داره برای دین، چون میدونیم دارک سایبر دست اونه و کسی میتونه رهبر این گروه بشه که دارک سایبر رو همراه خودش داشته باشه و اینطوریه که میتونه بقیه منده ها رو متحدشون بکنه و کنار همدیگه بذارتشون. فقط یه نکته اینجا باز زارتای دیده میشه، اینکه چرا برای اینکه این گروه رو بخوان فرماندهی بکنن و یه رهبری براشون انتخاب بکنن اومدن بو رو انتخاب میکردن، با اینکه ما میدونیم که دارک سایبر دست خود دینه، پس یکی از گزینه‌هایی که میتونست رهبر این گروه باشه و اونا رو جلو ببرتش در از کاراکتر اصلی بود. ولی خب بازم این موضوع رو شاید توی ادامه ماجرا بیاد و بیشتر بازش بکنه. با اینکه این قسمت نصف قسمت قبلی بودش، ولی سکانس‌های اکشن در کنار احساساتی که توی اتفاقات مختلفش جلو برد و به ما نشون داد و اون هدف اصلی که داشتش کاملا عالی بود و میشه گفتش که یه تعادل خیلی خوبی و بین این دوتا موضوع برقرار کرده بود که وقتی که داشتیم این قسمت رو میدیدیم حسابی از دیدنش لذت بردیم و وقتی هم که تموم شد گفتیم چرا انقدر زود این قسمت تموم شد و جزو یکی از قسمت‌های خوب این فصل به حساب میمدش. امیدوارم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی و حتما یاد بشه که لایک و سابسکرایب و زنگوله رو فعال بکنی و نظرتو توی کامنت ها حتما برام بنویس، اگه تئوری توی ذهنت هم اونم بنویس و ویدیوی بررسی داستان فصل دوم سریال دلاسفاس هم برات میذارم اینجا. میتونی اگه دنبال اینی که بدونی داستان اتفاقاتی که توی فصل دوم پیش میادش چیه میتونی کلیک بکنی روی این ویدیو بری تماشا بکنی. و در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعدی. بدرود.